طبق دستور آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، امسال مسئولیت طرح سلامت نوروزی برای آقای دکتر کولیوند ریاست محترم سازمان اورژانس کشور ابلاغ زده شد. طبیعتاً ما با توجه به شرایطی که در کرونا پیش رو داریم، خب طبیعتاً ما انتظار سفرها رو نداریم، اما به جهت اینکه آمادگی لازم باید در حوزه سلامت حتما انجام بشه، ما طرح سلامت نوروزی رو امسال از 25 اسفند ماه انشاءالله آغاز میکنیم و تا 14 فروردین 1400 ادامه داره. این طرح شامل تمام حوزه های مرتبط با سلامت در وزارت بهداشت و سازمان های همکار ما انجام خواهد شد. خب طبیعتاً یکی از جاهایی که به صورت ویژه باید برنامه ریزی بکنه اورژانس پیش بیمارستانی هست. همونطور که میدونیم بیشترین نیاز مردم در طول مدت طرح سلامت نوروزی بحث اورژانس های پیش بیمارستانی هست. اقداماتی که در این حوزه انجام شده، ما با 3000 پایگاه اورژانس و 5500 دستگاه آمبولانس، 64 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 47 فروند بالگرد اورژانس و 5 شناور دریایی تلاش میکنیم که طرح سلامت نوروزی رو انشاءالله آغاز بکنیم. تمام تلاشمون هم این هست که دسترسی مردم برای خدمات اورژانسی در همه جای ایران فراهم باشه. اقداماتی که تا کنون انجام شده، دستورالعمل ویژه طرح سلامت نوروزی تهیه شده و در حال آمادگی است که انشاءالله برای تمام رؤسای محترم دانشگاه ارسال بشه. اما نکته‌ای که وجود داره، این طرح فقط مخصوص اورژانس پیش بیمارستانی نیست، برای تمام مراکز درمانی اهم از دولتی و خصوصی اجرا خواهد شد. اقدامات خوبی توسط کارشناسان بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام خواهد گرفت، مثل سال‌های قبلی که طرح سلامت نوروزی دقیقاً رسیدگی به تمام اقدامات بهداشتی، بررسی‌هایی که قبل از شروع طرح باید انجام می‌شد، مخصوصاً مراکز اقامتی، رفاهی و مراکز تهیه و توزیع غذا به صورت ویژه توسط کارشناسان بهداشتی هم بازرسی خواهد شد، هم توصیه‌های لازم برای ارتقای سطح بهداشتی با توجه به شرایط ویژه‌ای که در خصوص کرونا الان مطرح هست انجام خواهد شد. توصیه‌ای که برای مراکز درمانی انجام شده در طرح سلامت نوروزی این هست که اورژانس‌های مراکز درمانی باید به صورت ویژه فعال باشن. چند تا بخش باید فعالیت 100%شون رو حفظ بکنن، مثل بخش‌های ویژه، مثل ICU، مثل بخش مراقبت‌های بیماران قلبی CCU، یا بخش‌های مثل دیالیز یا اقدامات کلینیکی و پارانکلینیکی که عموماً ما در طرح سلامت نوروزی بهش نیاز داریم. ما این اطمینان خاطر رو می‌خوایم در طرح سلامت نوروزی ایجاد بکنیم که مردم عزیزمون احساس نکنن که اگر تعطیلات نوروزی وجود داره، خدا نکرده کم و کسری در ارائه خدمات حوزه سلامت صورت میگیره. به خاطر همین تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که با سازمان نظام پزشکی، با سازمان انتقال خون و تمام جاهایی که به صورت همکار با ما هستن، مثل بیمارستان‌های مراکز خصوصی، مثل بیمارستان‌های مراکز نظامی، حتی هماهنگی لازم با این عزیزان انجام شده و امیدواریم که طرح سلامت نوروزی 1400 ان شاء الله خیلی قوی‌تر از سال‌های پیش انجام بشه. اما چند تا توصیه هم برای مردم عزیزمون دارم. اولا اینکه طرح سلامت نوروزی مطابق با دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های کرونا انجام خواهد شد، یعنی شهرهایی که طبیعتاً در طول طرح قرمز عنوان بشن توسط ستاد ملی کرونا طبیعتاً مهمانپذیر نخواهند بود و این توصیه را حتماً هموطنان عزیزمون رعایت بکنن. همچنان داشتن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و رعایت بهداشت جز الزاماتی است که طرح سلامت نوروزی مطمئناً به اون میپردازه و انتظار داره که تمام مردم عزیزمون حتما این رو رعایت بکنن. و خواهش من اینه که با توجه به اینکه ما هم در طرح سلامت نوروزی بازرس‌هایی رو هم از دانشگاه هم از وزارت بهداشت برای بررسی روند ارائه خدمات در طرح سلامت نوروزی اعزام میکنیم، اگر هموطنان عزیزمون مشکلی در زمینه بهداشتی و سلامتی داشتن، میتونن با شماره سرقمی 190 بدون نیاز به پیش شماره تماس بگیرن. چون این ستاد هم به صورت 24 ساعته داره مدیریت میشه، نکاتی که مردم عزیز حتما بفرمایند ما بررسی میکنیم و در کمترین زمان ممکن انشاءالله مشکل رو رفع خواهیم. ما چند تا اقدام متفاوتی رو در طرح سلامت 1400 انشاءالله داریم. خب اولیش طرح امداد ریلی هست که در
چند نقطه ما واگن‌های آمبولانسی رو طراحی کردیم و امیدواریم که در طرح سلامت نوروزی نیاز نشه که استفاده بشه، چون عموماً برای مصدوم‌های انبوه یا بیماران با تعداد بالا هست، اما این آمادگی ایجاد شده. در مورد شناورهای دریایی یا آمبولانس دریایی باید عرض بکنم ما 5 فروند شناور استاندارد دریایی که به عنوان آمبولانس دریایی حساب میشن ما در سازمان اورژانس کشور طراحی کردیم و در حال ارائه خدمات مخصوصا به جزایر جنوبی کشور عزیزمون هست. و کاری که این آمبولانس دریایی انجام میده، مصدومان و بیماران جزایر رو به مرکز بیمارستان‌های تخصصی یا مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی انتقال میده. ما در طرح سلامت نوروزی 1400 از تمام امکاناتمون استفاده خواهیم کرد تا تمام هموطنان عزیزمون با کمترین مشکل و گرفتاری انشاءالله بتونن دسترسی به خدمات حوزه سلامت داشته باشند.